ما مشابهت داریم با دیگه انسان ها با دیگه مخلوقات مثلا اگر از نگاه تنفس با نباتات حیوانات مشابهت داریم حیوانات و نباتات هم تنفس میکنه ما هم تنفس میکنیم ایناله ما در ذات خود مشابهت داریم با دیگه مخلوقات ما مشابهت دارم با فلانی انسان یا کسی میگه والا می چشمای استاد مثل چشمای استاد قیام الدین وارث یا کس دیگه دیگه میگه والا این بینی استاد کس مثل بینی استاد بریالی وارث یا کس دیگه میگه والا این ریش استاد مثل ریش فلانی شیخ وارس یا کس دیگه میگه والا می گپ زدن از استاد کس مثل گپ زدن فلانی نفر وارث پس ما در در ساختمان وجودی خود مشابهت های با دیگر مخلوقات داریم در خوردن و نوشیدن مشابهت حتی با حیوانات داریم اونا هم میخورن و مینوشن انسان ها هم میخورن این حال وقت ما مشابهت داریم مثل ما یک کس دیگه هم پیدا میشه اما خالق متعال در قرآن از شان بر ما گفته که لیس که مثلی شی مثل الله هیچ کسی نیست پس شما خالق با مخلوق تشبیه نکنین اینجا است که در ذات خالق وقت انسان میرسه اکثرا مشکل بسیاری از کسایی که گروههایی که بدعت هستند از سنت و روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فهم عقیده اینا بعضی اوقات بحث جوهر میکنن بحث عرض میکنن کنن این چیزای تقسیم بندی های مخلوق میخوان سر خالق تطبیق بکنن در حالی که اگر عقیده درست باشه این تقسیم بندی هایی که در بین انسان ها هست این تقسیم بندی ها مربوط به مخلوقات میشه نباید آنچه که مربوط به مخلوق میشه در این تقسیم بندی مخلوقات ما خالق هم داخل کنیم